دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسه قبل ما مبحث لوگاریتم رو شروع کردیم. توی این جلسه می‌خوایم مبحث رو ادامه بدیم. دیدیم که اگر تابع نمایی 2 به توان x رو داشته باشیم، تابع وارونش اسمش تابع لوگاریتمه و به صورت لوگاریتم x بر مبنای 2 نوشته میشه. حالا این x تو تابع نمایی یا به عبارت ورودی توی تابع نمایی معنی داره، توی تابع لوگاریتم یه معنی دیگه داره. فرض بیاریم سراغ همون مثال 2 به توان 3. ما وقتی که 3 رو به عنوان ورودی به تابع نماییمون میدادیم، خروجیمون برابر میشد با عدد 2 به توان 3. در واقع 3 که ورودیمون بود میشد توان 2 و 8 رو تولید. حالا اگر همین 8 رو به تابع لوگاریتم تابع وارونمون میدادیم، لوگاریتم 8 بر مبنای 2 میشد 3. در واقع 3 که خروجی بود بیانگر عددی بود که 2 اگر به توانش میرسید 8 رو که ورودی تابع لوگاریتممون بود تولید. حالا میریم یه چند تا مثال دیگه حل میکنیم تا بیشتر با مفهوم ورودی و در واقع اصلا کاری که تابع نمایی و تابع لوگاریتم کارهای مختلفی که انجام میدن آشنا بشیم و بفهمیم ورودی و خروجی در تابع نمایی چه معنی دارن، در تابع لوگاریتمی چه معنی دارن. فرض بکنید ورودی 2 رو ما به تابع نماییمون دادیم و میخوایم ببینیم خروجش چقدره. میگیم وقتی که ورودی 2 رو به تابع نمایی میدیم، ورودی میاد میشه توان 2. در واقع وقتی که ما اینجا ورودیمون 2ه، پس تابع f تابع نماییمون تابع f x از این قرار میشه 2 به توان ورودی که برابر با 2، پس 2 به توان 2 و خروجیمون که برابر 2 به توان 2ه میشه 4. حالا اگر همین عدد 2 رو من به تابع لوگاریتم بدم، خروجیمون چند؟ من اگر عدد 2 رو به تابع لوگاریتم بدم از این قرار میشه لوگاریتم 2 در مبنای 2. ولی این چه معنی داره؟ میگه توی تابع لوگاریتم ورودی و خروجی معناشون با تابع نمایی فرق دارن. توی تابع لوگاریتم خروجی به معنای عددیه که اگر مبنا به اون توان برسه ورودی تولید میشه، همینطور که اینجا 3 2 اگر به توان 3 برسه 8 تولید میشه. این جمله خیلی مهمه، ما باید یادمون باشه بچه. پس در تابع لوگاریتم خروجی برابر عددی است که اگر مبنا به توان آن برسد ورودی تولید می شود. سعی کنید این جمله ملکه ذهنتون بشه بچه، تا خیلی راحت بتونید معادلات و تابع لوگاریتمی رو حل بکنید. حالا با یه سری عدد دیگه کار میکنیم، مثل مثال دیگه حل میکنیم تا این جمله بیشتر ملکه ذهنتون بشه. فرض بکنید ورودی 16 رو به تابع لوگاریتمی دارید و میخوایم ببینیم خروجی چه عددیه. در واقع میخوایم حساب کنیم لوگاریتم 16 بر مبنای 2 چیه. گفتیم که در تابع لوگاریتمی خروجی برابر عددیه که اگر مبنا به توان آن برسه ورودی تولید میشه. پس خروجی ما که فرض بکنید ایگرگ برابر عددیه که اگر 2 به توان ایگرگ برسه برابر با 16 میشه. و چون میدونیم 2 به توان 4 برابر با 16ه، در نتیجه ایگرگ برابر با 4. یه مثال دیگه هم حل بکنیم بچه. فرض کنید عدد 32 رو به تابع لوگاریتمی اون بدیم و میخواییم ببینیم اگر ورودی 32 باشه خروجی چند. گفتیم که وقتی که لوگاریتم 32 بر مبنای 2 رو داریم و در واقع میخواییم خروجی رو حساب بکنیم وقتی که ورودی 32ه، خروجی که من اسمش رو میذارم y برابر عددیه که اگر 2 به توان y برسه 32 رو تولید. و چون 2 به توان 5 برابر با 32 در نتیجه y برابر با 5. حالا یه نکته اینجا توجه منو جلب کرد توی این محاسبات این بود که توی توابع نمایی ما عدد مثل 3 میدیم و عدد 8 تولید میشه و به عبارتی خروجی به نسبت بزرگتر از ورودی، همونطور که روی نمودارم میبینی ایگرگ ها به نسبت بزرگتر از x هم. ما وقتی که x 3 رو داریم ایگرگمون 8. وقتی که x 4 رو داریم ایگرگمون میشه 2 به توان 4 میشه 16. اما توی تابع لوگاریتمی برعکس، ما ورودی 32 رو میدیم
و خروجی 5 رو میگیریم که 5 به نسبت کوچکتر از 32. در واقع ایگرگ ها و خروجی های تابع لگاریتمی به نسبت کوچکتر از ورودی ها. و هر چقدر ما ایکس های بزرگتری بدیم این نسبت آشکارتر میشه. یعنی به نظر من میاد تابع لگاریتمی داره کاری که میکنه ورودی های بزرگش رو تبدیل به خروجی های کوچکتر میکنه. پس شاید یه خاصیت لگاریتم این باشه که وقتی که کار با اعداد بزرگ سخته ما میایم به تابع لگاریتم مینیم و ورودی های کوچکتر میگیریم که کار باهاش رو راحت بشه. شاید این یه خاصیت لگاریتم باشه. ولی من احساس میکنم باید ادامه بدیم درسمون رو تا ببینیم خواص دیگه لگاریتم چیه. اما قبل از اینکه به خواص دیگه لگاریتم بپردازیم میایم اصلا به این سوال جواب میدیم که وقتی ما تابع نمایی اینجا داشتیم که مبناش 2 بود، آیا همیشه توی تابع نمایی مبنا 2ه یا میتونیم تابع نمایی با مبنای غیر از 2 داشته باشیم؟ جواب این سوال اینه که بله، ما میتونیم تابع نماییمون به صورت کلی تری تعریف کنیم. یعنی تابع نمایی fx رو میتونیم داشته باشیم به صورت a به توان x، که این a یه حالتش اینجا بود 2 بررسی کردیم. a میتونه عدد دیگه مثل 3، 4، 5 و عددهای دیگه هم باشه. حتی میتونه 1/2 باشه. میتونه -1 باشه. ولی تابع لگاریتمی رو برای حالتهای خاص‌تری تعریف میکنیم. میگیم اگر a بزرگتر از 0 باشه و a مخالف 1 باشه، آنگاه برای تابع نمایی a به توان x تابع بارونی تعریف میکنیم به صورت لگاریتم x در مبنای a. و اگر تابع a به توان x تابع نمایش رو داشته باشیم، تابع بارون میشه لگ x در مبنای a. و در نتیجه وقتی که اگر داشته باشیم به این صورت که y برابر با لگ x بر مبنای a، آنگاه a به توان y برابر x. این دو رابطه دو طرف است. حتی اگر a به توان y برابر x باشه، آنگاه لگاریتم x در مبنای a برابر با y. خب بچه ها، ما به لگاریتم آشنا شدیم، لگاریتم رو به صورت کلی تر تعریف کردیم. توی جلسات بعد شروع کنیم مثال حل میکنیم و خواص دیگه لگاریتم رو باش آشنا میشیم. چون شاید شما بگید اصلا چه کاری بود ما مبحث لگاریتم رو اضافه کردیم و یه مبحث جدیدی وارد کردیم. فکر کنم ارزشش رو داشته و ما میفهمیم چرا ارزشش رو داشته توی جلسات بعد. مرسی که توی این جلسه با من بودید. فعلا خداحافظ.